السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ابتدا می خواهیم رمضان شریف به ملت عزیز افغانستان تبریک عرض کنم و به تمامی جهان. امید دارم روزهای پر از طاعات و عبادات داشته باشین و در پناه حق باشین و همچنان به از یاد فقرا و مستمندای عزیز ما غافل نباشین. انشاءالله به اندازه توانتون کمک همکاریشان کنین و آرزو دارم یک دعای خیر کنیم که تمامی ملت افغانستان و تمامی مردم جهان مسلمانایش خداوند آرام داشته باشه و کمکشان کنه و یک صلح سرتاسری در ممالک اسلامی حکم فرموشه و تا هیچ مستمند فقیری باقی نمانه و همهشان الله مهربان یاری کنه و عزیزان مسلمان ما. به کانال آشپزی افغانی خودتان خوش آمدین. امروز براتون یک قرمه کوفته شکل نو در نظر دارم، خدا کنه خوشتون بیه. اینجا مواد لازم شه براتون نوشته کردیم. بر ما کار است یک دانه پیاز کلان یا دو دانه پیاز خرد در ماشین برقی میمانیم، آسیاب میکنیم، شه میده میکنیم، به حساب خوب میده میکنیم. البته بعد از او در یک ملاقه، کسی که روغن زیاد خوش نداره یا در یک کنی ملاقه کسی که خوش داره روغن سرخش میکنیم یک 5 دقیقه عمقه که شیرچوی گک شه و زیاد سرخ نشه رنگش. قرومی است که به حساب در کشیر قروت ها میره، میتونین استفاده کنین در دیگه غذا هم. و حال یک قاشق چای خوری کمتر نمک انداختیم، به خاطر نمک هم اندازیم. شما میفهمین که پیاز ما به حساب نسوزه، اگر پیاز هم زود سرخ میشه و هم نمیسوزه زود کده. و حال یک دندان سیر انداختیم کلشه یک جای سرخش میکنیم، گلابی میکنیم. ما از امی کفته خورد انشالله در آینده برتان کباب داشی شام یاد میتم. در لستای بعدی عزیزای ما زیاد فرمایش دادن، در آینده انشالله همیشه تیار میکنم. یک قاشق چای رو بنداختیم. شما میدانین نیم کیلو بانجان رومی تازه یا 400 گرم بانجان رومی تازه بندازین و یک نیم دانم تقریبا مرچ دلمه ریزه کردیم انداختیم. اگر شما میخواین یک دانم بندازین مزیش زیادتر میشه. مواد سرخ کردیم، لعاب تیار است و فعلا 800 گرم گوشت سرخی را گرفتیم، یک دو دندانه سیر از مولی تراش کشیدیم در بینش ماندیم و نیم قاشق زنجفیل و به حساب یک قاشق چای نمک و پیاز شوشتیم. یک دانه پیاز از جولی به حساب اوش کشیدیم، اوش اوس کردیم، دور انداختیم. نمک یک قاشق چای خوری انداختیم. البته مرچ دلمه رو نیم دانه انداختیم، نه روغن همی به حساب اوشه کشیدیم به خاطر که کوفتیم آواز نشه. مقدار شبرتان دلست داشته کردیم، ببینین مراجعه کنین. و بعد از او خوب مدت 3 دقیقه به هم میزنیم کوفته ها را که خوب یک چسب پیدا کنه. بعد از او به این شکل چارمغزی کوفته جور میکنیم، آماده میمانیم و حالا هم در سر همی لعاب خود مندازیم او نمندازیم در بین لعاب. کل کوفته را میچینیم سر لواب به این شکل و در گاز پخش نبخشین در گاز پخش مدت تقریبا 45 دقیقه پختش میکنیم. البته هر 10 دقیقه یک شور میتیم شم در گاز ملایم 45 دقیقه 50 دقیقه پخته میشه. این به حساب طرز تهیه کوفته خردستک، خوبیش امیز که زود پخته میشه. در خانه ما بسیار خوش دارن کوفته خورده دیگه. خدا کنه که خوشتان بیاد. اگه خوشتان آمده دیگه لایک کنین، همراه دوستایتان شیر کنین، چنان سابسکرایب کنین تا در جریان ویدیوهای نو باشین. همچنان اگر کدام سوال داشتین کامنت کنین، در پایان جواب میتم انشاءالله براتون. خدا کنه که ما تهیه کردیم خوشتان آمده باشه. اگر خوشتون آمده بر خود آماده بسازین انشالله، حتما از این کده بیتر شما پخته میکنین. البته ما ایر امرای برنج به حساب روسی است، نمیفهمم یا قزاقی است یا
ازبکیست دقیق نمیفهم، خب برنجک های لوک هستک که در اینجا اکثرا این برنجا رو پلاو پخته میکنن و ما یک پلاوک پخته کردیم. انشاءالله لست شب به تقیب از این میمانم براتان که شکل پلاوشم ساده است یاد بگیریم. چون ماه مبارک رمضان هستک ما یک برنجک نرم و ملایم آماده کردیم، انشاءالله به تقیب از این ویدو او را براتون میمونم باز ببینین. و سالات کرم و اونجا آماده کردیم، کرم و لبلبو که شما همیشه بخورین. سالات کرم لبلبو دلای نانتان، به خاطر که کرم خاصیت داره که چربی بدن میشویه، از قلب و جگر و گرده و از تمام وجود پاک میکنه. شما کوش کنین در همه غذایتون سالات کرم باشه و دک یه پاره خو میفهمین چقدر ویتامین داره، بر چشم چقدر فایده داره. و قسمی که میبینین آل شکل آخر غذای ماست، کاملا پخته شد. خدا کنه خوشتون آمده باشه. شما رو بلای پاک میسپارم تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدارتون.